16 نکته برای صرفه جویی در هزینه کم و بدون پول. برای انجام این کار باید سبک زندگی را اتخاذ کنید که بر خرج کردن هوشمندانه، مینیمالیسم ساده زیستی تاکید دارد. در اینجا چند نکته برای زندگی مغروم به صرفه وجود دارد. در صورت امکان در ایالت یا مکانی با هزینه های کم زندگی کنید. برخی از ایالت ها به شما اجازه می دهند با هزینه های کم خانه بخرید، مالیات کمتری بپردازید و از هزینه های ارزان تر بیمه، غذا، گاز و آب و برق زندگی کنید. هزینه کم محل زندگی ممکن است به شما این امکان را بدهد که با پول کمتر بازنشسته شوید یا سبک زندگی بهتری داشته باشید. برخی از ایالت‌ها با هزینه‌های کمتر شامل آوردن هستند، اما بسیاری دیگر نیز وجود دارند. ذهنیت خود را تغییر دهید. ما در دنیای مصرف مادی گرای زندگی می‌کنیم. چیزهای زیادی وجود دارد که ما می‌خریم و به آنها نیازی نداریم. من شخصاً از خرید لذت نمی‌برم، بنابراین کمتر آن را انجام می‌دهم. اگر کمتر به خرید بروید یا چیزهای کمتری بخرید، متوجه خواهید شد که خوب هستید. ما برای زندگی به چیزهای زیادی نیاز نداریم. مهمترین چیزی که نیاز است یک مکان امن برای اقامت و غذا است. ما همچنین نیازی به نوشابه، غلات و سایر تنقلات نداریم. ما با سالاد، مرغ و گوشت گاو و آب سالمترین زندگی را داریم. موارد ضروری را در نظر داشته باشید. طرز فکر خود را فقط به سمت خرید آنچه نیاز دارید تغییر دهید. فقط زمانی به خودتان اجازه دهید که ولخرجی کنید. یک بودجه ایجاد کنید. من از داشتن بودجه از طریق صفحات گسترده اکسل یا گوگل برای فهرست کردن هزینه های مربوط به درآمدم لذت میبرم. این به شما کمک میکند تا مناطقی را که میتوانید در آنها کاهش دهید شناسایی کنید و همچنین بینشی در مورد جریان نقدی خود به شما ارائه می دهد تا بتوانید ببینید چه سبک زندگی را می توانید تحمل کنید. هزینه های غیر ضروری را کاهش دهید. مخارج غیر ضروری مانند غذاخوری یا خدمات اشتراک را شناسایی کنید و از آنها بکاهید. عاقلانه از فروشگاه هایی با تخفیف های بهتر خرید کنید. اگر از جایی با قیمت‌های بالاتر خرید می‌کنید، انتظار داشته باشید که بیشتر چیزها با این قیمت بالاتر باشند. مکان‌هایی وجود دارند که قیمت‌های پایین‌تر و معاملات بهتری برای همان کالا دارند. به دنبال این فروشگاه‌ها با معاملات و تخفیف باشید. اما مهمتر از همه در واقع قیمت‌های پایین‌تر. معامله و تخفیف یک ابزار بازاریابی است که شما را به خرید چیزی که فکر می‌کنید ارزان تر است وادار می‌کند. آنچه مهم است این نیست که به آن برچسب معامله زده شود. آنچه مهم است هزینه نهایی و کیفیت چیزی است که خریداری می‌کنید. خرید به صورت عمده در مقابل خرید در تعداد کم. اگر چیزهایی را که به آن نیاز ندارید نمی خرید، قدم بعدی خرید چیزهایی است که نیاز دارید. توصیه می کنم در مورد آنچه نیاز دارید استراتژیک باشید. بعضی چیزها را بهتر است به صورت عمده با قیمتهای بهتر بخرید، مثلا سالاد، پیاز و غیره. این به این دلیل است که آنها را می‌خورید یا روزانه استفاده می‌کنید تا زود تخلیه شوند. چیزهای دیگر خرید مقادیر کمتر را توصیه می‌کنم. نیازی به خرید بطری‌های شامپو و نرم کننده بزرگ نیست مگر اینکه یک مهمانی سه باشید، زیرا این محصولات برای همیشه ماندگار هستند. در زمان حال کمتر خرج کنید. امروز ارزش پول امروز بیشتر از پول فردا است.
به همین دلیل است که اگر امروز بتوانید کمتر خرج کنید، به فردای خود بیشترین کمک را خواهید کرد. امروز هزینه کمتر و پرداخت مالیات کمتر به شما امکان می دهد بیشتر سرمایه گذاری کنید، پول خود را چند برابر کنید و سبک زندگی بهتری داشته باشید. طعمه بازاریابی نشوید، فقط مقادیر مورد نیاز خود را در اندازه مورد نیاز خود خریداری کنید. پول اضافی خود را سرمایه گذاری کنید. به جای خرج کردن پول برای چیزهایی که نیاز ندارید، سرمایه گذاری کنید و پول خود را افزایش دهید تا بتوانید با استرس کمتری از نظر مالی آزاد زندگی کنید. چیزها باعث استرس، هرج و مرج و تلاش می شوند. هرچه چیزهای بیشتری داشته باشید، استرس بیشتری دارید. همه چیز باعث هرج و مرج در زندگی شما می شود. شما مجبور می شوید چیزهای بیشتری را سازماندهی کنید، چیزهای بیشتری را تمیز کنید، کیفهای بیشتری را در خانه حمل کنید، چیزهای بیشتری را تعمیر و نگهداری کنید و غیره. این تلاش بیش از حد است. به خودتون اجازه دهید ساده تر زندگی کنید و با داشتن چیزهای کمتر روز خود را برای انجام فعالیت‌های سرگرم کننده بیشتر باز کنید. از حمل و نقل عمومی استفاده کنید. آیا تا به حال توجه کرده اید در ایالات متحده آمریکا ما بدترین سیستم حمل و نقل عمومی را در سال 2023 داریم؟ ما می دانیم که قطارها و متروها از نظر فناوری پیشرفته هستند، سریع سفر می کنند و برای محیط زیست و تغییرات آب و هوا کارآمد هستند. با این وجود ما به طور مداوم در ساخت قطار و مترو در سیاتل، کالیفرنیا، فلوریدا و تقریباً در هر ایالت شکست می‌خوریم. همه ایالت‌ها حداقل مترو و قطار دارند. آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا؟ ایالات متحده بر اساس یک سیستم مصرف گرایی ساخته شده است. برای اقتصاد بهتر است که همه ما یک وسیله نقلیه بخریم و تمام این هزینه های نگهداری، بیمه، پول بنزین، بلیط رانندگی و هزینه های دولتی را بپردازیم. زندگی مقتصدانه و در عین حال کمک به محیط زیست در قرن نگرانی های بیروی تغییرات آب و هوایی با استفاده از اتوبوس، مترو یا قطار در هزینه خود صرفه جویی کنید. همچنین می توانید به مکانی با هزینه زندگی کم و سیستم حمل و نقل عمومی بهتر نقل مکان کنید. دوچرخه سواری کنید، بدوید یا به مکانها بروید. در صورت امکان دوچرخه سواری، دویدن و پیاده روی در مکانهای بیشتری را در اولویت قرار دهید تا زمانی که انجام این کار ایمن است. انجام این کار ورزش سالم را به زندگی شما اضافه می کند و پول شما را تضمین می کند. من عاشق دوچرخه سواری هستم، زیرا سریع به مکانها می رسی، باد در موهایت می وزد و اگر دوچرخهای بزرگ را محکم بگیری، کسی نمی تواند به راحتی تو را بدزدد. این فقط وسیله ای امن‌تر برای سفر است. حتما کلاه ایمنی بپوشید. در خانه آشپزی کنید. آشپزی در خانه به دلیل مالیات، انعام و سایر هزینه ها نسبت به غذا خوردن در خانه ارزان تر و به موقع است. قیمت شما در یک رستوران باید هزینه های غذا و همچنین هزینه های پرداختی به کارگران و سرآشپز را محاسبه کند. شما به سادگی با صرف غذا در خانه در پول و زمان خود صرفه جویی خواهید کرد. شما همچنین در هزینه بنزین صرفه جویی خواهید کرد، زیرا به اندازه کافی در اطراف رانندگی نمی کنید. یک نهار بسته بندی کنید و از یک کیسه نهار استفاده کنید. وعده های غذایی را از قبل برنامه ریزی کنید و آنها را در یک کیسه برای کار، روزهای ساحلی و پیکنیک قرار دهید. شما به جای دریافت یک نوار ساحلی،
صرف ناهار در رستوران ها و غیره مقدار زیادی پول پس انداز خواهید کرد. در یک مکان کوچکتر زندگی کنید. همه ما برای خانه با این همه اتاق خواب، حمام، آشپزخانه بزرگ و استخر تلاش میکنیم. اما ما به همه اینها نیاز نداریم. برای صرفه جویی در هزینه های اجاره، رهن، مالیات، آب و برق و هزینه های تعمیر و نگهداری، صرفه جویی در هزینه خانه های کوچکتر را خریداری کنید. فقط آنچه را که نیاز دارید بخرید. چیزی بخرید و به بچه ها تخت دو طبقه سرگرم کننده بدهید. به هر حال بیشتر در اتاق خود میخوابید. شما همیشه می توانید یک اتاق خواب را به یک دفتر تبدیل کنید تا همه بتوانند در هر زمانی از روز سازنده باشند. اما زمانی که زمان خواب است بخوابید. کاهش مصرف انرژی. چراغ‌ها را خاموش کنید، ترموستات خود را تنظیم کنید، لوازم کم مصرف بخرید و وسایل الکترونیکی را در صورت عدم استفاده از برق بکشید. این به شما این امکان را می دهد که در قبض انرژی صرفه‌جویی کنید و در عین حال اثرات آن بر محیط زیست و آب و هوای جهان را به حداقل برسانید. خرید چیزهای دست دوم. فروشگاه‌های صرفه‌جویی، فروش گاراژ، کریگزلیست، ایبی و بازارهای آنلاین مکان بسیار خوبی برای یافتن چیزهای خوب ارزان هستند. در صورت امکان چیزهای استفاده شده را بخرید. حتی آمازون پرایم به شما امکان می‌دهد چیزهای مستعمل مانند جاروبرقی و سایر لوازم خانگی بخرید. این یک چیز عالی است که از آن استفاده کنید. سواپ یک سایت عالی برای خرید تلفن‌های همراه و لوازم الکترونیکی دست دوم است. من همیشه از آن استفاده می‌کنم. زندگی مقتصدانه عالی است. لزوماً به معنای قربانی کردن کیفیت زندگی نیست. این در مورد انتخاب‌های بهتر و زندگی با مصرف کمتر و سبک زندگی مبتنی بر مادی گرایی است. من شخصاً ترجیح می‌دهم با کمتر زندگی کنم و فعالیت‌های سرگرم کننده بیشتری انجام دهم. زندگی به ماشینی که میرانید، کفش‌هایی که می‌پوشید و خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنید نیست. آیا شما سبک زندگی دارید که به شما امکان می‌دهد از همه چیز بهترین استفاده را ببرید و از تمام فعالیت‌های سرگرم کننده‌ای که جهان ارائه می‌دهد لذت ببرید؟ این چیزها فقط یک شی هستند. یک چیز. زندگی با کمتر، تلاش کمتر است. همچنین به شما امکان می‌دهد زمان بیشتری برای افراد و چیزهایی که واقعاً مهم هستند داشته باشید. نظر خود را در نظرات به من بگویید، آیا خوشبختی و صرفه جویی را دوست دارید؟ من احساس می‌کنم همه چیز در زندگی شما هرج و مرج ایجاد می‌کند، بنابراین کمتر بیشتر است. در مورد شما چطور؟